سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم تابع اچلوکاپ رو با هم کار بکنیم. تابع اچلوکاپ یک تابعی هستش که بر اساس یه مقدار دیگه که هم ارز اون هست رو برمیگردونه، که جزء تابع لوکاپ هست. اگه بریم توی فرمولا لوکاپ اند رفرنس میتونین اچلوکاپ رو پیدا بکنیم. خیلی شبیه ویلوکاپه، فقط به صورت دقیقا برعکسش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی که فرض کنیم من یه جدولی دارم، توی این جدول توی سطر اولش یه سری دیتا دارم مثل اسامی افراد، و میخوام بر اساس اسم این افراد مثلا نمره اون فرد رو توی مثلا کلاس‌های دیگه برگردونم. یعنی من بیام اسم فرد رو پیدا کنم اینجا، بعد بگم مثلا نمره فیزیکش چنده. خب اینجا میتونم از تابع اچلوکاپ استفاده بکنم. مثلا اینجا من میخوام از تابع اچلوکاپ استفاده کنم، این نویسم اچلوکاپ. بر اساس این تابع و اگر اینو بزنیم ورودیاشو ببینیم، میگه خب به من اول بگو چه مقداری رو میخوای پیدا بکنی توی سطر اول. یعنی من چی رو بگردم پیدا بکنم توی سطر اول؟ میگم جی دو رو. میگم اسم فرد وقتی که اینجا تایپ شد بیا توی این سطر اولش پیدا کن. توی ورود دوم میگه کجا بگردم، بر اساس چه جدولی بگردم. این جایی هست که باید تعریف بکنین که جستجو رو و بازگردانی داده رو انجام بده. مثلا توی این جدول سطر اولش رو من میخوام جستجو کنم. توجه کنین که وقتی تیبل اری رو میخوایم وارد کنیم، حتما توی سطر اول باید اون داده مورد جستجو واقع شده باشه، نه باید تو داده توی سطر دوم یا سوم باشه. اگر اونجا باشه باید از اونجا انتخاب کنیم. پس حتما سطر اول شما حاوی اون مقداری باشه که میخوایم بگردین و پیداش کنین، و تا جایی حداقل سلکت بشه که اون مقدار عددی میخواد برگرده. یعنی اگر مثلا زیست رو بخوام برگردونم باید تا 4 برم، اگر ریاضی رو فقط بخوام برگردم تا 2 کافیه. یعنی الان اینجا واسه این تا اینجا هم کافیه، میتونم 2 رو اینجا قرار بدم و عدد رو برگردم. ولی خب واسه اینکه کامل تر باشه کل جدول رو میگیرم. خب کل جدول رو گرفتم، توی سطر 1 میاد آرمین رو پیدا میکنه، و حالا کدوم سطر رو برگردونه؟ یعنی اگر من اینو پیدا کردم، کدوم داده مربوط به این مقدار پیدا شده توی کدوم سطر باید برگرده؟ که مثلا اگر ریاضیه سطر دوم هست، مثلا آرمین دومیش، آرش دومی، یاسمن دومیش. پس 2 رو اینجا قرار میدم که میگم دومین سطر رو برگردونه. این خودش سطر اوله، دوم، سوم، چهارم. هر جایی که جدولتون قرار داشته باشه سطر مورد جستجو سطر اوله، و بر اساس 1-2-3 همینطور میاد پایین. یعنی اگر من جدولم بدم اینجا از مثلا از سطر 14 شروع بشه، سطر 14 بر اساس دید تابع ویلوکاپ سطر اوله، و اگر بخوام سطر 15 مثلا ریاضی بود برگردونم، باید دوباره 2 قرار بدم، نه باید 15 قرار بدم، باید 2 رو قرار بدم که نسبت به جدول دومی هستش. و آخریش هم میگه آقا من جستجوی آرمین رو تقریبی انجام بدم یا دقیق انجام بدم. اگه تقریبی انجام بده، مثلا یه اسم مثل آرش که شبیه آرمین هم هست، ممکنه با هم اشتباه بگیره، ممکنه حالا بر اساس اون منطقی که داره تقریبی که میزنه اشتباه بگیره. همیشه از فالز استفاده بکنین یا عدد صفر که همون فالز رو بذارین که دقیق جستجو کنه، چون ما دقیق ازش میخوایم بیشتر اوقات، و تقریبش اصلا خوب نیست و مناسب نیستش. پس وقتی که داده رو وارد کنین کافیه اوکی بزنین و میبینین که مقدار رو برگردون. حالا واسه بقیه فقط این شماره سطر کافیه عوض بشه. یعنی اگر این تابه رو کپی کنین اینجا پیست بکنین، میبینین که فقط سومی عوض شده. یعنی چی؟ یعنی گفته آقا این آرمین رو تو سطر اول پیدا کن، و حالا سومین سطر مربوط به اون آرمین رو برگردون، که میشه این خودش 1-2، سومی مربوط به آرمین میشه 16، و همینطور زیست که میشه آخریش که 4 و 10 رو برمیگردونه. حالا مثلا من اینجا اگر اسم رو عوض کنم با آرش، میبینین که اعداد عوض شد. چی کار کردش؟ جی دو رو پیدا کرده دیگه. جی دو رو اومده اینجا پیدا کرده، گفته آرش توی سومین ستونه، اینجا من آرش رو پیدا کردم، حالا توی این جدول من دومین سطر رو برگردون توی قسمت آرش. یعنی اولی که خودشه، دومی که ریاضی مربوط به آرش، 16 رو برمیگردونه، که همین کارها رو به ترتیب برای فیزیک و زیست انجام میده. خب نکته ای که هست، ما بیشتر از تابع البته ویلوکاپ استفاده میکنیم. ویلوکاپ خیلی کمتر استفاده شده، ولی یه تابع بسیار مهمی هستش که منطقش رو خوب یاد بگیریم و بعضی جاها که لازمه استفاده بکنیم. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.
برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.